چگونه بشر حقوق خودش رو از دست داد که اینک به دنبال حقوق از دست رفته خودشه. تاریخچه و منشأ حقوق بشر چیست؟ آیا میشه به دنبال یک الگوی جهانی برای حقوق بشر بود یا باید بر اساس فرهنگ‌ها، موقعیت‌های اقلیمی و حتی اعتقادات افراد اونها متفاوت باشه و اساساً چجوری میشه در حقوق بشر تغییر ایجاد کرد؟ اینها و مطالبی از این دست مسائلی است که در این برنامه باستاب و طی چند برنامه دیگه به اونها خواهیم پرداخت و در استودیو همراه هستیم با آقای دکتر کاویان صادق‌زاده میلانی که ایشون فعال حقوق بشر و پژوهشگر تاریخ و از همکاران دایره المعارف ایرانیکا هستند. دکتر میلانی فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا هستند و همینک جز کار طبابت به تدریس در این دانشگاه هم مشغولند. همینطور از طریق اسکایپ سفر خواهیم کرد به کالیفرنیای آمریکا و در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی هستیم. ایشون دارای دکترای حقوق از دانشگاه تهران و وسترن استیت یونیورسیتی هستند و همینطور با پروانه و سابقه کار وکالت در ایران و آمریکا. ایشون مدرس دانشگاه حقوق دانشگاه تهران بودند و همینک در نیوپورت یونیورسیتی آمریکا مشغول به تدریس هستند. دارای 7 جلد کتاب در زمینه‌های حقوقی، ادبی و اجتماعی هستند و همچنین سابقه ارائه نظرات حقوقی در دادگاه بین‌المللی لاهه را دارند. عزیزان خیلی خوش آمدید به برنامه باستاب. آقای دکتر میلانی، می‌خواستم از شما سوال بکنم که اصولاً این حقوق بشر از کجا معلوم شد که به بشر متعلقه؟ یعنی ریشه و مبدأ حقوقی حقوق بشر کجا هستش؟ بله، با سپاس و درود بر شما و همراهان عزیز و دکتر مشکی عرض کنم که مسئله حقوق بشر مسئله است که مرتبط استش با به اصطلاح برآمدن و رو آمدن اون چیزی که بهش ما میگیم نیشن استیت، دولت ملت، با قوی شدن و با برآمدن دولت ملت ها و اشراف کامل اونها و هژمونی اونها به زندگی و عرض کنم که ریز زندگی احاد بشر، برای برقراری توازن جامعه بشری به اصطلاح مستلزمی پیدا کرد، نیازی پیدا کرد که به مسئله به نام حقوق بشر توجه بکنه، حقوقی رو از عرض کنم که دولت رو یک جوری سعی کنه که محدود بکنه در چارچوب خاص خودش و سعی کنن که حقوق رو که به اصطلاح هم حقوقی هستش که تکلیف آور هستش برای عرض کنم که دولت ها و هم حقوقی که انسان ها رو از به اصطلاح هژمونی و از پیگیری و آگاهی داشتن دولت ها و تحت اشراف داشتن مردم پیشگیری میکنه، اینها رو باش کار بکنن. و در نتیجه همونجوری که دکتر رضا افشاری در کتاب خودشون اشاره کردن و ایشون واقعا یکی از بزرگترین کارشناسان جهانی این مسئله هستن، عرض کنم که حقوق بشر اگر که مسئله به نام مسئله نیشن استیت یا دولت ملت نبود، این به هر مسئله پیش نمی اومد. ولی با وجود شرایط کنونی بشر ناچار رفته و سعی کرده که از یک بستری از آبشخوری مسئله حقوق رو بیرون بیاره و روی میشه بازم کار کرد. کجاست این بستر و آبشخوره؟ و چند بستر داره. یک بسترش عرض کنم خیرات هستش، ولی بستر بزرگترش که بسیار از موارد حقوق بشر و موارد به اصطلاح عرض کنم که حتی معاهده جهانی حقوق بشر از اونجا آبشخور میگیره، از متون دینی هستش و با قرائت مدرن و قرائتی که با مدرنیته سازگار باشه از اونجا اینها برآمده. سپاسگزارم. آقای دکتر مشکی، خیلی شنیدیم که میگن که تاریخ حقوق بشر شاید با اون قوانینی است که کوروش کبیر وضع کرده. صحت این چجوریه و اصولا یک تاریخچه مختصری از حقوق بشر رو میشه برای ما بفرمایید؟ بله، با کمال میل و با تشکر از اینکه این فرصت رو به من دادید که بار دیگر در خدمت بینندگان ارجمند باشم و ضمن اینکه بسیار خوشحالم که هرچند از طریق امواج الکترونیکی ولی با جناب دکتر صادق‌زاده میلانی هم صحبت هستیم، برای اینکه من در ایران به پدر بزرگوارشون ارادت و اخلاص کامل داشتم و بسیار مفتخرم که فرزند برومندشون امروز جای پدر رو گرفته. عرض میکنم که بله، همونطور که اشاره کردید و آقای دکتر هم فرمودند، حقوق بشر تاریخچه دیرینه داره و
عقیده خیلی از زمان کوروش کبیر اولین متن حقوق بشر و اولین اعلامیه حقوق بشر به وجود آمده. حقیقتش این است که در اینکه منشأ و مبدأ حقوقی به نام حقوق بشر چه بوده است اختلاف نظر هست بین متفکرین و محققین این رشته. گروهی معتقدند که این حقوق موضوعه هست و گروه دیگری میگویند موضوعه هست. موضوعه یعنی که به ودیعه در نهاد بشر گذاشته شده و کار حقوقدان و محققین این است که این حقوقی رو که در فطرت انسان هست کشف کنن و روی کاغذ بیارن. در مقابل حقوق موضوعه، طرفداران مکتب حقوق موضوعه معتقدند که نه، حقوقی در خارج و در فضای لایتناهی وجود نداره، بلکه این حقوقی است که بشر بنا همطور که آقای دکتر فرمودن بنا بر خرد و به اصطلاح اندیشه‌هایی که داره ایجاد میکنه و وضع میکنه و توسط قوانین و مؤسسات قانونگذاری به وجود میاد و اجرا میشه. بنابراین اینکه این حقوق منشأش کجا بوده و از کی شروع شده به نظر میرسه که قدر متیقن این است که با پیدایش انسان حقوق هم پیدا شده. یعنی حقوق اصولا یک مقوله انسانی است و اگر که انسان از روی کره زمین برود حقوق هم خواهد رفت. حقوق وقتی معنا داره که انسان ها باشن. دلیلش هم این است، به قول ظریفی میگفت که اصولا کره زمین برای زندگی انسان آفریده نشده، برای اینکه با سختی ها و ملایمات و بلایای طبیعی و ارضی و تماوی که وجود داره انسان دائما در گرفتاری و خطره و در واقع این کره برای زندگی حیوانات و گاوان و خران و اسبان ساخته شده. این است که وقتی در احادیث مذهبی هم میگویند که انسان از بهشت طرد شد و در واقع به عنوان یک تبعیدگاه به کره خاکی تبعید شد، شاید کنایه ای از همین است که انسان برای اینکه بتونه در کره زمین زندگی بکنه ناچاره که به فرموده از عبدالبها شلاق رو از دست طبیعت بگیره و بر فرق طبیعت بکوبه و طبیعت رو رام خودش بکنه تا بتونه در اینجا زندگی کنه. و یکی از این رام کردن ها هم ایجاد حقوق و قواعدی که انسان بتونه در پناه اون و در کنار همدیگه به خوبی زندگی بکنه. آقای دکتر میفرمایید که به هر حال اولین جرقه های تدوین حقوق بشر چه شکلی زده شد؟ عرض میکنم که اولین جرقه های حقوق بشر به مفهوم امروزی آنچه که ما میدانیم در واقع برمیگرده به انقلاب کبیر فرانسه و اعلامیه حقوق بشر که در اعلامیه به اصطلاح فرانسوی ها تهیه شد و بعد از اون این در قرن 18 بود و بعد این مبنای اعلامیه استقلال امریکا قرار گرفت و اعلامیه حقوق بشر که امریکا تهیه کرد و بعد منشور سازمان ملل بود در اوایل قرن 20 و به این به اصطلاح مفهومی که ما امروز اراده میکنیم از حقوق بشر شاید عمری کمتر از 100 سال داشته باشه، ولی منشأ حقوق بشر مدرن برمیگردد به یک چیزی نزدیک 250 سال قبل. من حالا برداشتی که داشتم، خب اصل حقوق همونطور که فرمودن با خلقت بشر به وجود آمده، اما اون چیزی که به شکل مادی ما به عنوان حقوق بشر میشناسیم، نه حقوق ذاتی که حالا چه موضوعه باشه یا موضوعه که البته شاید به تعبیر بیشتر موضوعش رو باید در نظر بگیریم، در واقع با نقض حقوق بشر زاده شده. یعنی وقتی که حقوق بشر نقض شد نیاز به اینکه این حقوقی به وجود بیاد تدوین بشه در واقع احساس شد. خلق مادی حقوق بشر یا وضع حقوق بشر رو، حقوق موضوعه بشر رو در واقع اگر بخوایم تلقی بکنیم با نقض حقوق بشر شکل گرفت. بستر تاریخی تدوین حقوق بشر رو میشه توضیح بفرمایید که چی بود، چقدر نیاز احساس شده بود که حالا حقوق بشر باید شکوفا میشد این وسطه؟ بله، از این بحث پیچیده است، ولی عرض کنم که همونجوری که فرمودن دکتر مشکی، ما اگه بخوایم که از اول شروع کنیم، به هر حال این حقوق رو در جاهای مختلف به انواع مختلف میشه یافت، ولی نکته که هست این هستش که حقوق به معنی حقوقی که ما الان ازش به کار میبریم استفاده میکنیم روشن بشه در غرب، عرض کنم که به ماگنا کارتا
منشور بزرگ برد که در زمان سلطنت پادشاه جان در انگلستان به اصطلاح لردهای اونجا مجبورش کردن که اینو امضا بکنه و یه حقوقی رو به اصطلاح به مردم و به خصوص به لردها بده و اینها. و بعد از اون هم مثلا فرضاً در دوره با تبور تاریخ و اینها در دوره جان لاک عرض کنم که در انقلابی که انجام شد، انقلاب گلوریوس رولوشن، انقلاب بسیار برجسته که انجام شد، عرض کنم که حقوق مطرح شد. از اونجا از به اصطلاح به انقلاب فرانسه رفت همونجوری که فرمودن و به هر حال به اعلامیه استقلال آمریکا و در نهایت به قانون اساسی آمریکا رسید. و بعد از به اصطلاح تصویب قانون اساسی آمریکا عرض کنم که چون که دولت فدرال آمریکا بسیار قوی شده بود و قوی به اصطلاح ساختار بندی شده بود و ساماندهی شده بود، روشن فکرها و عرض کنم که حتی طراحان این سیستم فهمیدن که به حال دولت به حد قوی شده که حقوق شهروندها رو میتونه قشنگ زیر پا بذاره. و همونجوری من در اول عرایزم عرض کردم، این جوری شد که به حال اینا یک 10 ماده رو 10 اصل رو در آخر عرض کنم که پس حدود 10-12 سال عرض کنم که تصویب کردن که این اصولی بود که در آمریکا اینا رو جیمز مدیسون اینها رو به صورت مطرح کرد و اینها. و حتی مثلا موجب شد که مثلا جورج میسون که از نویسندگان به اصطلاح عرض کنم که قانون اساسی آمریکا بود، اصلا امضا نکنه خود قانون اساسی رو، به خاطر اینکه میگفتش که حقوق شهروندان اینجا زیر پا گذاشته شده و میشه. من سوالم الان اینجا اینه که آیا این 10 ماده داشت نقض میشد که لازم شد که ما این 10 ماده رو حالا به تصویب برسونیم و همه مجامع بپذیرنش؟ شرایط وضع این قانون چجوری بود؟ آیا نادیده گرفته شده بود؟ این 10 ماده به طور بالقوه به دولت مرکزی آمریکا و به دولت و به دولت‌ها کلاً عرض کنم که یک چارچوب تحکیم میکنه که چون قانون اساسی هیچ ترمزی و یه چارچوبی برای کنترل عرض کنم که تسلط و اشراف و هژمونی دولت‌های مرکزی و همون نیشن استیت ها روی اشخاص نداره. و این حقوقی که ما الان سوالش میکنیم، اینا ساختارهای اجتماعی هستن، اینا واقعیت نیستن، یعنی ساختارهای اجتماعی هستن که تدوین شدن به اصطلاح برای اینکه یا وضع شدن همونجوری که فرمودن برای اینکه بتونه یک چارچوبی رو به دولت‌ها عرض کنم که تحمیل بکنه. به این صورت مثلا فرضاً من الان حق دارم که برم سفر هوایی، درسته؟ ولی حق رفتن من به هوایی مستلزم این نیست که شما فرضاً پولشو بدی، درسته؟ ولی اگه بخوام از میتونی بدی، ولی نکتهش اینجاست که من اگر که بخوام برم به سفر باید خودم پولشو بدم. ولی دولت‌ها، اگر که ما بگیم که دولت فرضاً حق بشر، حق آزادی بیان داره، این یک دونه اصلا تکلیف آوره برای اون دولت، اونو مکلف میکنه، اونو موظف میکنه، اونو وادار میکنه که این حق رو، این فضا رو، این جا رو به شخص بده. ما در نکته مهم اینجاست که حقوق بشر برای این تدوین میشه، برای این وضع میشه، برای این پیدا میشه که بتونه فضای ابراز وجود دلخواه رو به اشخاص بده. و جامعه بدون وجود حقوق بشر در هیچ جای دنیا، ایران، آمریکا، عرض کنم که انگلستان، هیچ جا ساماندهی نمیشه، چون که دولت‌ها بسیار قوی‌تر از این هستن که بتونن افراد اون رو کنترل بکنن و حقوقشون رو به دولت‌ها تکلیف بکنن. آقای دکتر مشکی، من اینجوری که از صحبت‌ها فهمیدم، مثلا تاریخی که شما بیان کردید از مثلا زمان کوروش کبیر بخوایم بگیم و همه مقاطع تاریخی رو که شمردیم، آقای دکتر میلانی شمردن یا شما، برمیگرده به حکومت‌ها، یعنی حتی از لحاظ تاریخی که داریم نگاه می‌کنیم می‌بینیم در زمان کوروش کبیر آیا در واقع این حقوق از طرف حکام به بشر داده شد؟ در اصل اعطایی بود، حقی بود که حکام تصمیم گرفتن به رعایای خودشون بدن، یا در واقع فشارهایی که جامعه بر این حکام وارد می‌کرد موجب شد تا این حقوق به بشر تعلق بگیره؟ والا ملاحظه کنید، به نظر من پیدایش حقوق و تحول اون زاده نیاز جوامع بشری بود و بنابراین این نبود که حقوقی در یک جایی وجود داشته باشه و حکام بیان بدن به آدم‌ها یا آدم‌ها برن اونا رو پیدا کنن در مقابل ظلم و جور حکام استفاده کنن، بلکه این نفس پیدایش حکومت و حاکمیت
و اینکه بر به قول ژان ژاک روسو یه قرارداد اجتماعی بین طبقه حکومت کننده و حکومت شونده یه قرارداد نانوشته نامرئی بسته بشه که اینها ملت‌ها از یک دست از حقوق خود بگذرن در مقابلش امنیت و اون رفاهی رو که انتظار دارن از طریق یک گروه خاصی به نام حکومت براشون تامین بشه. بنابراین تحول حکومت و تحول تفکر آدم‌ها در طول تاریخ باعث شد که یک موضوع یک پدیده‌ای به نام حقوق پیدا بشه و تکامل پیدا بکنه. به عبارت دیگه اون چه که ما امروز در قرن 18 هم پیدا میکنیم به نام حقوق بشر به مفهوم نوینش یه چیزیست که نتیجه و زاده تکامل تدریجی بشر بوده. یادمون باشه در هزاران سال بشر به اندازه ای جلو آمده که شاید در همین قرن بیستم یا در همین دو دهه اخیر بیشتر از تمام اون هزاران سال بشر پیشرفت کرده. یک بیانی عبدالبهاء دارن میفرمایند که بشریت مثل در زمان ظهور حضرت باب مثل یک کودک 12 ساله بود، در زمان حضرت بهاءالله به اگر اشتباه نکنم به نوجوان 14 ساله‌ای تبدیل شد، و در جای دیگری می‌فرمایند که انسان در نهایت شب است و بدایت صبح. بنابراین این تکامل رو یادمون باشه ما هزاران سال گذشت تا به یه خط رو پیدا کردیم، گفتار رو پیدا کردیم، و بعد هم به تدریج مسائل جدیدی مثل هنر و علوم و حقوق و این مسائل پیدا شد. بنابراین حقوق بشر نتیجه طبیعی تکامل نحوه زندگی بشر روی کره زمینه. شاید هم بوده، در طبیعت بوده، ولی نیازی بهش نبوده تا وقتی بشر برسه به این مرحله. و بنابراین تکامل آینده حقوق بشر هم با توجه به تکامل طبیعی انسان‌ها روی کره زمین لاجرم ناگزیر خواهد بود. یعنی هر چقدر که بشر پیشتر بره، دستاوردهای جدید پیدا کنه، تکنولوژی بهتر و قویتر و سریعتری پیدا بکنه، طبیعتاً نیازهای بیشتری پیدا میکنه و احتیاجاتش متفاوت میشه، و بنابراین حقوق جدیدتر و تازه‌تری که پاسخگوی این نیازها باشه پیدا میشه. بنابراین این یک تطور و یک تکامل تدریجی که همپای زندگی آدم‌ها پیش میاد. یک توقف کوتاه خواهیم داشت، میریم و برمیگردیم. در قسمت قبل دیدیم که در مورد تاریخچه حقوق بشر صحبت شد و صحبت شد که این نیاز بشر بوده. آقای دکتر مشکی، اگر نیاز بشره چرا به وسیله خیلی از حکومت‌ها، و حتی سوال من اینه که جالبه که خیلی وقت از طرف خود افراد نادیده گرفته میشه، این چه نیازی است که افراد گاهی اوقات منکرشن؟ یعنی وقتی صحبت از آزادی عقاید می‌کنیم، آدم‌هایی با عقاید مختلف بعضیشون معتقدن که نه، انسان حق نداره که عقیدش رو تغییر بده. والا به نظر من زیبایی زندگی انسان در همینه، گفت برای اینکه این تقلا و کوشش و پیگرد تکامل و در جستجوی تعالی و تکامل رفتن یکی از معانی حیاته و یکی از انگیزه های زندگی انسانه. اگر که از ابتدا همه امور متعالی و تکامل یافته در اختیار انسان ها بود، همه حقوق انسانی در اختیارشون بود، هیچ حکومتی تعرضی نمی کرد، فرض کنید در عالم حقوق همه چی پرفکت و کامل بود، در عالم علم و صنعت همه چیز در نهایت کمال خودش بود، اصلا حالا من نمیدونم اصلا همچین کمالی وجود داره یا نه، ولی فرض کنیم که در یه نقطه ای از تکامل نهایی بود و در رشته پزشکی هیچ همه بیماری ها مغلوب و منکوب شده بود و اینا. خب بله، یک همچین جامعه‌ای شاید در عالم تفکر و تصور ایدئال باشه، ولی دیگه نه وظیفه‌ای برای انسان میمونه، نه زیبایی برای زندگی، نه به اصطلاح تکاپو و تلاشی برای اون میمونه. این است که اگر قبول کنیم که زندگی یک سفری است، یعنی هدف رفتن نه رسیدن، ما قرار نیست جایی برسیم، ما قراره همینطور بریم و در
این حرکت خودمون یک چیز افزوده هایی به مجموعه هنر و تمدن و اخلاق و فرهنگ بشری اضافه کنیم. بنابراین این سیر تکاملیه که زیبا میکنه این تکاپو و تلاش رو. آقای دکتر میلانی، آیا این حقوق که عنوان شد حالت تکاملی داره هنوزم جای گسترش داره؟ بله، ببینید شما، حقوق و اون چیزی که ما به عنوان حقوق بشر مطرح میکنیم، چون که در رابطه با ساختارهای اجتماعی پدید میاد، در یک چارچوب تاریخی اجتماعی شکل میگیره، واکنشی به اون شرایط محیطی است، بنابراین همیشه باید که به اصطلاح با اون جریان به پیش بره و باید که بتونه که نیازهای اون دوره و اون زمان رو عرض کنم که جواب بده. برای نمونه عرض میکنم، شما فرزند در آمریکا در یه برهه از زمان، به اصطلاح مسئله در قانون اساسی آمریکا، مثلا مسئله حقوق شهروندان سیاه پوست مطرح نیست، اصلا اشاره بهش نمیشه، مطرح هم نیست، توی عرض کنم که اصول به اصطلاح ده ماده بعدش هم نیست، مطرح نمیشه. ولی بعدن وقتی که جامعه به این نتیجه میرسه که خب این فرزند در بردگی نگه داشتن مردم این یک تناقض اصلی، فرض اینکه مسئله که زنها حق رأی در آمریکا نداشتن یک تناقض اصلی در و بنیادی در به اصطلاح چارچوب فکریشون هستش، میرن و سعی میکنن که این قضیه رو چیکار کنن، با مراجعه به همون متون اولیه سعی کنن که مسئله رو حل بکنن. و ببینید که شما، حقوق بشر داده شده، حقوق اساسی شهروندی داده شده، ولی با گذشت زمان اون حقوق شهروندی دیگه چیز نیست، دیگه عرض کنم که نمیشه پیاده کرد. و برای این تا به اصطلاح حقوق بشر تابعی است متغیر با شرایط خاص اون زمان، و این نکته مهمه که زمان که پیش میره حقوق هم باید بیشتر و بیشتر داده بشه و بیشتر عطا بشه. و بحث‌های حقوق بشری هم بنابر این عرض کنم که یک پیچیدگی و یک بافت خاص خودشون رو پیدا میکنن. و در حال حاضر در دنیا کشوری هستن که معتقدن، به خصوص کشوری که در عرض کنم که بلوک عرض کنم که خاور دور هستن، معتقدن به اینکه بسیارشون به طور کلی که حقوق بشر نسبیه و این حقوق بشری که ما در غرب مثلا صحبتش میکنیم یه حقوق بشر غربی است و به حالت امپریالیستی یا به حالت استعماری داره به اونها تحمیل میشه. ولی اونها اگر شما دنبال به اصطلاح رد پای مسئله برید، میبینید که اینا همه عذر و بهانه است برای اینکه بتونن از تکلیف دار بودن در برابر مردم فرار بکنن. و خیلی واضحه که حقوق بشر، اون حقوق بشری که الان به عنوان عرف جامعه بشر پذیرفته، اون حقوق بشر برای اون دولت‌ها سنگینه و هزینه منده، و چون اونا نمیخوان که هزینه این مسئله رو بدن، ناچار چیکار میکنن؟ این رو کتمان میکنن و حاشا میکنن و سعی میکنن که به اصطلاح حقوق بشر رو نسبی قرارداد بکنن. حقوق بشر نسبی هست ولی در چارچوبی که تاریخ خودش رو باز میکنه، ولی حقوق بشر در اون حدی که در هر جامعه مستولی بشه و هژمونی و تسلط داشته باشه، اون حقوق بشر باید بتونه که جلوی به اصطلاح اجحاف، جلوی ظلم، جلوی تعدی و به خصوص از سوی قدرت و قدرتمندان رو بر احاد مردم بگیره. آقای دکتر مشکی، واقعا حقوق بشر نسبی نیست؟ یعنی نمیتونن یه عده‌ای از مردم در کمال آزادی اراده بکنن که حقوقشون به گونه‌ای دیگری باشه؟ یعنی این تعریفی که الان از طرف مجامع بین‌المللی پذیرفته شده و به قول کشورهایی که آقای دکتر نسبت دادن میگن که اینها غربی است، خب یه عده‌ای هم بگن ما مثلا موازین حقوق بشر اسلامی داریم، کما اینکه در ایران تدوین شده، و مردم هم رأی به این بدن که ما این رو میپذیریم، آیا میشه اینجوری فکر کرد که نسبی است؟ بله، متاسفانه یا خوشبختانه خیلی ها طرفدار این عقیده هستند و همونطور که حتما اطلاع داری در 1982 یک کنفرانس حقوق بشر اسلامی در شهر قاهره برگزار شد که نمایندگان ملل مسلمان بر این عقیده بود، در اونجا جمع شدند و بر این عقیده بودند که ما باید یک حقوق بشر اسلامی ایجاد کنیم و یا تدوین کنیم و بر اساس اون
حقوق افراد مسلمان را در سراسر جهان تعیین کنیم و حتی اعلام کردن که ما با حقوق بشری که امروز در دنیا شناخته شده فقط تا جایی موافقت داریم که با موازین اسلامی سازگاری داشته باشه. بنابراین متاسفانه یا خوشبختانه هم که عرض کردم یه همچین اندیشه‌ای وجود داره که گروه های مختلف، اقوام مختلف بنا به آداب و رسوم و عقاید و فرهنگ های خودشون برای خودشون حقوق بشری درست کنن. ولی چرا خوشبختانه این موضوع رو مشخص کنید برای ما؟ ببخشید من متوجه نشدم. عرض کردم چرا متاسفانه میفرمایید و چرا خوشبختانه علت دو طرفه این قضیه رو میفرمایید برای ما؟ بله بله با کمال میل. خوشبختانه به دلیل اینکه این نشون دهنده این است که جناح‌های مختلف و آحاد مختلف مردم هنوز این باور رو دارن که در عین اینکه همه انسان هستند ولی یک تنوع و تکثری دارند و بنابراین زیبایی شاید در این تکثر باشه، یعنی در این چندگونگی باشه و بنابراین به نظر من این یه جنبه مثبتی است برای اینکه گروه های مختلف بتونن برای خودشون حقوق خاصی رو در نظر بگیرن. اما عرض کردم متاسفانه به خاطر اینکه به نظر میرسه در تحلیل نهایی انسان انسانه، یعنی صرف نظر از مرام و ملیت و مذهب و نژاد و اینکه در کدام اقلیم یا سرزمین هست، وجود انسانی به عنوان یک پدیده الهی یا یک اشرف مخلوقات باید سعی کنه که به نوعی از وحدت و تکامل فردی و واحد برسه. در اگر اشتباه نکنم حدود 200 سال قبل بود یک متفکری به نام الکسی دو توکویل اعلام کرد که بشریت رو به وحدت پیش میره و به زودی روزی خواهد رسید در دنیا که کلمه بیگانه در جهان مفهومی نداشته باشه و همه یکی باشن. ما در دیانت بهایی هم این تعلیم رو داریم که حضرت عبدالبها میفرمایند به جایی برسید که غیری در میان نبینید. بنابراین وقتی که ما صحبت از این میکنیم که همه ما یکی هستیم و اگر اختلاف ملیت و نژاد و مذهب و این گونه مسائل بخواد باعث بروز جنگ و جدل و مجادله بشه، نبودن اونها بهتره. بنابراین علت این که عرض کردم متاسفانه این است که نفس این که گروه های مختلف بخوان برای خودشون حقوق مختلف و جداگانه قائل بشن هنوز نشون دهنده این است که بشر راه درازی رو داره تا به تکامل مطلوب نائل بشه. متشکرم. آقای دکتر، من یک زاویه پزشکی رو هم با این قضیه چون شما پزشک هم هستید قرین بکنم. آیا میشه اینو اینجوری تصور کرد که خب آدم‌ها حق ندارند به اینکه اراده دارند به خودشون آسیب بزنن، یعنی مثلا بگن من میتونم معتاد باشم به خاطر اینکه این بدن مال خودمه یا مواد آسیب زننده به بدن رو استفاده بکنم؟ آیا این قیاس در مورد حقوق بشر هم هست؟ یعنی این حقوقی است که آدم‌ها خودشون نمیتونن منکر این حقوقشون بشن؟ اون کسانی که جمع میشن و در مجمع فرزند در قاهره یا در عرض کنم که در ژنو یا عرض کنم که فرزند در مالزی، اینا جمع میشن و میگن که خب ما حقوق بشرمون حقوق بشر شرقیه و ما حقوق بشرمون فرض اینو در برابر گفتمان غرب ما حقوق بشرمون رو میخوام اینجوری عرضه کنیم، در اصل اینها توجهشون به حقوق بشر نیست، توجهشون در اصل به حفظ قدرته و گفتمان حقوق بشر اسلامی یا گفتمان حقوق بشر شرقی که حالا در چین خیلی مطرح میشه مثلا یا در اندونزی مطرح میشه، اینا همشون در نهایت یه حالت ضد گفتمان داره، یعنی یه دیسکورسیه که به هر حال به اصطلاح کانتر هژمونیه، ضد دیسکورس غربه و هدفش هم این استش که بحث رو بپیچونه و سعی کنه که به اصطلاح اون تسلط و قدرت رو ادامه بده. ولی علاوه نظری عرض کنم که اگر کسی بیاد و بگه که ما علاوه فلسفی ساختار حقوق بشر رو نمیپذیریم، این حرف منطقیه، این نقد پست مدرن رو میشه به حقوق بشر وارد کرد که در جهان چیزی به نام حقوق بشر نیست. ولی اگه دولت چین یا دولت عرض کنم که اندونزی یا دولت مالزی بیان و بگن که یا دولت ایران بگن که ما حقوق بشر رو نمیپذیریم به خاطر اینکه اینها با عرفی که ما میپذیریم سنخیت نداره، از جنس این مثلا باورهای ما نیست،
اینها در اصل در راستای عرضم که احقاق حقوق بشر بحث فلسفی کار نمیکنن، در اصل هستشون یک گفتمان ضد حقوق بشر برای حفظ قدرت. خواهی دولت خودشون ادعای نمایندگی ملت هاشون رو دارن که ندارن، چون که به حال مردم کشورها نیاز به حقوق بشر دارن و مطرح میکنن، حقوق بشرشون هست. گرچه باید که بومی سازی بشه، برای نمونه عرض میکنم مثلا قوانین کار، مثلا فرضا ممکنه که در یک کشور پروتستان فرق داشته باشه با قوانین کار در یک کشوری که حالا آینه کنفوسیوس داره، درسته؟ و اینا باید روش کار بشه، ولی بحث ساده هم نیست، بحث پیچیده ایه. ولی کلن اگر شما به منابع و مراجع مراجعه بکنید، میبینید که اون کسانی که دارن از سوی ملت های خودشون صحبت میکنن، در اصل در فکر منافع خودشون هستن و در فکر کسب قدرت ها هستن و به اصطلاح منشورها و عرض کنم که میثاق های جهانی به همه کشورها از جمله هم کشور که عرض کردم اون انعطاف لازم رو برای بومینه کردن و محلی کردن و عرض کنم که اقلیمی کردن حقوق بشر بهشون میده. مسئله اینجاست که این دولت ها متاسفانه مایل به این کار نیستن، به خاطر اینکه هدف علت قایش اینه که هدفشون سرکوب مردم و آروم کردن به اصطلاح نیاز مردم برای حقوق بشر هستش. ولی در اینکه علاوه انتزاعی و ابسترکت بحث حقوق بشر با در مقابل بحث که بحث مدرنیت است، در برابر بحث پست مدرن و بحث نقد پذیریش ضعیفه، این شکی نیست. سپاسگزارم، بحث حقوق بشر رو تازه شروع کردیم و همچنان ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از میهمانان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید و شما بینندگان گرامی. تا برنامه آینده خدا نگهدار.